فریاد الله اکبر بر بام‌های تهران. همسر شهید باکری خطاب به فرمانده سپاه: سردار جعفری، شما به شهدا خیانت کردید. معاون مطبوعاتی ارشاد گفت: این یک قانون است که رسانه‌ها بنویسند امام خامنه‌ای. مجلس در رأس امور نباشد، جمهوری اسلامی زیر سوال می‌رود. تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها خارج از اراده بانک مرکزی است. و بلا تکلیفی احسان عبد تبریزی در بند 350 زندان افی. فریاد الله اکبر بر بام‌های تهران. فراخوان الله اکبر از سوی رسانه‌های سبز با استقبال شهروندان تهرانی در دوشنبه شب مواجه شد. به گزارش کلمه، این فراخوان که در فاصله زمانی بسیار کوتاه، یعنی از روز جمعه مطرح شد، به تجربه‌ای موفق برای این موضوع تبدیل شد. به گونه‌ای که علی‌رغم محدودیت شدید رسانه‌ای ایجاد شده در کشور، صدای الله اکبر در برخی مناطق تهران گواه این مسئله بود که هنوز صدای رسانه‌ها به گوش بسیاری از مردم علی‌رغم همه محدودیت‌ها می‌رسد. این فراخوان در اعتراض به محدودیت‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر علیه رهبران جنبش سبز بود. محدودیت‌هایی که از حمله شب‌های قدر نیروهای لباس شخصی به منظره کروبی آغاز و به محاصره دفتر مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی از سوی نیروهای امنیتی و قطع کردن آمد و شدها منجر شد. گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که مردم در مناطق مختلف تهران ساعت 10 شب نداهای الله اکبر را با هم پیوند زدند. در غرب تهران خیابان پیامبر، میدان پونک، سردار جنگل، شهرک نفت و در شمال غرب در سعادت آباد الله اکبر مردم از پشت بام‌ها به هم پیوند خورد. در شرق تهران نیز از تهران پارس غریب الله اکبر به گوش رسید. اینها در حالی است که بسیاری از مردم از این فراخوان کوچکترین اطلاعی نداشتند. بنابر گزارش شاهدان عینی، در ساعت 10:20 در میدان سر به سعادت آباد مردم در میدان ترافیک مصنوعی ایجاد کردند و با بوق‌های ممتد و الله اکبر گفتن حضور سبز خود را نمایان ساختند. تریبون‌های رسمی همواره از خاموش شدن و به محاق رفتن جنبش سبز سخن می‌گویند و با توجه به اینکه غیر از فضای سایبر جنبش سبز رسانه‌ای ندارد، این نوع استقبال شهروندان از فراخوان الله اکبر در این فاصله کوتاه نشان داد که مردم دنبال راهی برای بیان اعتراض و سخن خود هستند. بارها تقاضای رهبران سبز برای تجمع قانونی از سوی دولت رد شده است. الله اکبرهای 29 شهریور فاز جدیدی در حرکت جنبش سبز است. همسر شهید باکری خطاب به فرمانده سپاه گفت: سردار جعفری، شما به شهدا خیانت کردید. همسر شهید حمید باکری در آستانه 31 شهریور ماه سالگرد جنگ تحمیلی در نامی خطاب به سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران از وی به دلیل خیانت در امانت و کوتاهی در قبال وظیفه صیانت از آرمان‌های انقلاب و شهدا گلایه کرد. به گزارش کلمه، همسر شهید باکری که از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 10 ریاست جمهوری بود و به خاطر صراحتش در افشای انحرافات طیف احمدی نژاد و از جمله توهین‌های محصولی وزیر کنونی رفاه به شهیدان باکری، آماج اتهامات رسانه‌های حامی تمامیت‌خواه و برخی چهره‌های حامی سرکوب قرار گرفته بود، دو هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به فرمانده سپاه پاسداران با یادآوری سابقه روابط او با شهید باکری و آشنایی و رفت آمد دو خانواده به سردار جعفری هشدار داد که رویه فعلی خیانت در امانت و از دست دادن سرمایه‌های نظام است. فاطمه امیرانی در این نامه نوشت: شهیدان باکری خونشان را برای ایجاد تفکری دادند که پیامبرش رحمت للعالمین و هدف بعثتش اکمال اخلاقیات بود. سردار، آیا خیانت در امانت نیست که فرزند شهیدی را چند ساعت دستگیر کنند و به بدترین صورت
توهین و فحاشی و شکنجه و تهدید کنند، همان که سران نظام همواره منکر انجام آن بودند. وقتی فرزند شهید به این مزخرفات تهدید شود، بر سر دیگر جوانان چه آمده است؟ وی در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از سرکوب خشن اعتراضات مردمی پس از انتخابات خاطرنشان کرد: از اولین ساعت پس از اعلام نتایج با روشی غیر منطقی و غیر انسانی با مردم برخورد کردید. واقعاً پاسخ سؤال خانواده‌های باکری و همت در مورد ابهامات برگزاری انتخابات باید با توم فرود آمده بر فرق مصطفی همت می بود، یا شکری که به ناحق بر گردن احسان باکری نشست، و یا با تومی که به کمر جراحی شده خانم همت در 23 خرداد خورد. امیرانی در ادامه نامه خود با تشبیه وقایع چند سال اخیر به کودتا از فرمانده سپاه پرسیده است: با چه معیاری یاران انقلاب به خودی و غیر خودی تقسیم شدند؟ چرا در این مملکت اسلامی هدف وسیله را توجیه کرده و برای توجیه عملکرد نادرست از دروغ، تهمت و افترا استفاده می شود؟ مگر نه اون که بنا به روایات از آثار دروغ در جامعه تفرقه و جدایی است؟ چرا اجازه می دهید با دروغ وحدتی را که از ارکان اساسی انقلاب بود از بین ببرند؟ آیا این عملکرد باعث از بین رفتن وحدت، آبرو، اعتبار و اقتصاد ایران نیست؟ معاون مطبوعاتی ارشاد گفت: این یک قانون است که رسانه‌ها بنویسند امام خامنه ای. معاون مطبوعاتی ارشاد در نشست جامعه وعاظ تأکید کرد که بر اساس اصل 57 قانون اساسی، سران سه قوه زیر نظر مقام امام ولایت مطلقه فقیه هستند. اما گویا این اصل نوشته نشده است. ما شأن ولایت فقیه را امروز نادیده می‌گیریم. به گزارش ایلنا، رامین بیان کرد: ولایت فقیه دست امام زمان است که باید بر سر همه دنیا کشیده شود و جهان را نجات دهد. اگر ما منتظریم که جهان به همین شکل که همکنون اداره می شود اداره شود و از طرفی منتظر ظهور امام زمان باشیم، باید بگویم که خیلی باید صبر کنیم. رامین در پاسخ به سؤال یکی از روحانیون مجلس مبنی بر اینکه آیا شما به رسانه ها بخش نامه کرده اید که از این پس به جای واژه رهبر معظم انقلاب کلمه امام خامنه ای استفاده شود، گفت: چون این بخشنامه ای صادر نشده است، ولی این یک قانون است و قانون هم بخشنامه نمی خواهد. وی مرزبندی بین کشورها را توطئه انگلیسی ها و آمریکایی ها دانست و این توطئه را دلیلی بر حکومت کردن آنها با سیستم تفرق اندازی بر مسلمین عنوان کرد. رامین اضافه کرد: امام خمینی رحمت الله می گفتند که این 57 کشور یک کشور است و هر مسلمانی در هر کشوری که زندگی می کند عضوی از این امت اسلامی به شمار می رود و بین همه مسلمانان یک پیوند عقیدتی وجود دارد که حول امام امت گرد هم می آیند و از او پیروی می کنند تا هم هویت جهانی و هم ماهیت دینشان را حفظ کنند و حتی در مواقعی که در اقلیت به سر می برند نیز از دینشان پاسداری کنند. وی سبب این توطئه انگلیسی ها را آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست و گفت: هاشمی در خطبه اولین نماز جمعه بعد از رحلت امام خمینی گفت که مجلس خبرگان مرجع تقلید تعیین نکرده است و نیز گفت که لفظ امام برای امام خمینی رحمت الله باقی خواهد ماند. ایشان در خطبه اول نماز جمعه تمام وقت نمازگزاران را برای بیان داستان من و امام خمینی طلب کرد و چون هاشمی این را گفت، ما همگی قبول کردیم و اندیشه امام خمینی و قانون اساسی خودمان را به دست خودمان به بایگانی سپردیم. رامین افسود: وقتی امام به رهبر تبدیل شد، سیستم به هم می‌خورد و سیستم امت و امامت به ملت و رهبر تبدیل می‌شود و این همان چیزی است که انگلیس می‌خواهد. کلمه عدالت به توسعه تبدیل می‌شود که توسعه برابر است با بانک جهانی، صندوق پول صهیونیست و اجزا و عناصر ملت به هموطن، همشهری و شهروند تبدیل می شود که کسی به کسی کار نداشته باشد و اینها همگی بخشی از فجایعی است که بعد از تبدیل امام به رهبر درست شده است. مجلس در رأس امور نباشد، جمهوری اسلامی زیر سوال می رود. علی اکبر محتشمی پور گفت: مجلس به واسطه آنکه نمایندگان ملت در آن هستند در رأس امور است